داستان جنگل. روزی روزگاری توی جنگلی در آفریقا، همه ی حیوانات تحت قوانین دانای جنگل زندگی میکردن. قبیله ای نزدیک جنگل وجود داشت. یه شب شیرخان، ببر چلاق جنگل، تصمیم گرفت برای پیدا کردن غذا به دهکده بره و شکار کنه. اون با غرشی بلند به دهکده حمله کرد. شغالی که تبکی نام داشت و پادوی شیرخان بود، اونو دنبال میکرد. شیرخان در حالی که یه مردو گرفته بود، روی مشعل پرید و با صدای بلندی غرش کرد. راکشا صحنه رو در حالی که خارج غار با توله هاش نشسته بود دید. این ببر ترسو آدمایی که موجودات ضعیفی هستن رو شکار میکنه. با وجود اینکه اون لنگه، چطور میتونیم انتظار داشته باشیم که گوزن شکار کنه؟ به نظر میرسه که اون پاش سوخته. صدای قرش خاموش شد و دوباره سکوت جنگل رو فرا گرفت. زمانی که گرگا در حال صحبت بودن، متوجه خشخشی در میان بوته ها شدن. گرگ پدر خودش رو برای پریدن به سمت اون آماده کرد. بچه آدمی زاده. نوزاد از دهکده فرار کرده بود و تا غار، محل زندگی گرگا، چهاردست و پا رفته بود. من اونو پیش خودم نگهش میدارم و مثل بچه خودم پرورشش میدم. اسمشو میذارم موگلی. راکشا، فکر نمی کنم بقیه بچه آدمیزاد رو بپذیرن. خواهیم دید. تبکه پشت غار پنهان شده بود و همه چیزو در مورد بچه آدمیزاد به شیرخان گفت. شیرخان بلافاصله خودشو به غار رسوند. بچه آدمیزاد غذای منه، اونو بدید من. از اینجا دور شو ببر چلاق. اون بچه منه و تو حتی حق نداری بهش دست بزنی. شیرخان که قبلا با آتیش مجروح شده بود، وقتی عصبانیت مادر را دید از اونجا رفت. بالاخره این بچه زیر چنگ و دندون من خواهد بود. روز بعد اونا موگلی رو به گله گرگا معرفی کردن. بعد از یه بحث طولانی و با موافقت باگیرا، گله موگلی رو پذیرفت. باگیرا و بالو قوانین جنگل رو بهش آموزش میدن. وقتی هم که بزرگ شد باید پیش قبیلش برگرده. موگلی توی جنگل بزرگ شد و نحوه زندگی در جنگل رو آموخت. بالو همه چیزو درباره جنگل بهش یاد داد. بهش یاد داد بتونه به زبان حیوانات صحبت کنه. همچنین کارای مورد علاقه خودشو، مثل پیدا کردن عسل و ماهیگیری. باگیرا که به اون دفاع شخصی آموزش میداد، خودش توسط انسان بزرگ شده بود. بنابراین موگلیو با انسانها آشنا میکرد و بهش یاد میداد که یه روز باید پیش هم نوعای خودش برگرده. موگلی خیلی زود به جنگل علاقه‌مند شد. برادرای گرگی اونو دوست داشتن. خیلی زود با همه ی حیوانای جنگل دوست شد. همینطوری که سالها گذشت، آکیلا رهبر گله گرگا دیگه مثل قبل نمیتونست شکار کنه. شیرخان تصمیم گرفت تا از ضعف اون استفاده کنه. ای گرگای جوان، نوبت شماست تا گله رو رهبری کنید. آکیلا رو از رهبری کنار بذارید. یا بچه آدمیزاد رو به من بدید، یا من همیشه از قلمروی شما شکار میکنم و یه استخون خالیم برای خوردن به شما ها نمیدم. گرگای جوون به آکیلا گفتن دیگه رهبر گله نباشه. اگر موگلی رو به شیرخان بدید یعنی خیلی ترسویید. من فقط در صورتی قبول میکنم رهبری رو به شما بدم که بذارید موگلی از اینجا بره. باگیرا در مورد این جلسه شنید. موگلی، وقت اون رسیده که به شیرخان جایگاهش رو نشون بدی. وقت مبارزه است. اما چطوری میتونم با اون بجنگم؟ همه ی گله الان با شیرخانن. تو به دهکده انسان ها میری و مشعل رو به دست میاری. مشعل اونا رو میترسونه. بهتره که الان جنگل رو ترک کنم و با هم نوعای خودم زندگی کنم. موگلی با گیرا و بالو رو بغل کرد و برای اولین بار توی زندگیش گریه کرد. خیلی زود موگلی روی شکم بالو خوابش برد. همه ی اونا زیر یه درخت خوابیدن. دسته میمونا موگلی رو دیدن و اونو دزدیدن. این میمونا بازیگوش‌ترین حیوانای جنگل بودن که بدون هیچ قانونی زندگی می‌کردن.
زمانی که بالو و باگیرا بیدار شدن، فکر کردن که موگلی باید به دهکده رفته باشه. موگلی روی درخت‌ها توسط میمونا جا به جا می شد. خیلی زود، اون، چیل، پرنده‌ای که در اون اطراف پرواز می‌کرد و شناخت. موگلی با زبون پرنده‌ها بهش گفت تا به بالو و باگیرا بگه که میمونا اونو دارن کجا می‌برن. دهنه تو ببند، اینم یه حقه دیگه است. ما میخواییم همه این حقه ها رو از تو یاد بگیریم. اگه یاد بگیریم که همه یه حیوانات رو کنترل کنیم، به زودی بر جنگل حکومت میکنیم. چیل به بالو و باگیرا در مورد دزدیده شدن موگلی گفت. اونا موگلی رو توی کلدیارز نگه داشتن. اونجا یه شهر رها شده توی جنگله. اون میمونا حیله‌گر و خطرناک هستن. ما نمیتونیم به تنهایی با اونا بجنگیم. ما باید از کا درخواست کمک کنیم. اونا ماری که اسمش کا بود و متقاعد کردن که به کمکشون بیاد و همگی با هم به سمت شهر ویرانه رفتن. میمونا موگلی و زیر یه گنبد بزرگ پنهان کرده بودن. اول باگیرا برای جنگیدن وارد شد. اون میمونا رو گاز گرفت و پرتابشون کرد. اما اونا به قدری زیاد بودن که خیلی زود بینشون گرفتار شد. تو آبگیر پنهان شو. من حواسم به این حیوانای دیوونه هست. بالو شروع کرد به این ور اون ور پرتاب کردن میمونا. اما خیلی زود اونم در بین اونا گرفتار شد. میمونا روی شکمش نشستن و اونا زدن. کا خودشو نشون داد و از خودش صدا در آورد. میمونا ترسیدن و بالای درخت رفتن. کا گنبدی که موگلی اونجا پنهان شده بود و خراب کرد و اونو آزاد کرد. اوه، چه غذای خوشمزه‌ای. نه کا، به اون بچه کاری نداشته باش. کا موگلی رو رها کرد. بعد شروع کرد به رقصیدن که باعث شد میمونا هیپنوتیزم بشن و اونا رو از اونجا دور کرد. فکر میکنم که این جنگل دیگه جای من نیست. باید خیلی زود این جنگل رو ترک کنم. موگلی برای آخرین بار با باگیرا و بالو خداحافظی کرد و به سمت دهکده رفت. مردم دهکده اول ازش میترسیدن. این بچه از جنگل اومده، ممکنه هوکی باز باشه. اون میتونه ما رو جادو کنه. به نظر من که بچه یه معصومیه. چرا همچین فکرهایی میکنید؟ بیا پسرم، تو پیش من میمونی. خیلی زود موگلی با زندگی توی دهکده آشنا شد. اون زبون اونا رو یاد گرفت. مردم دهکده چرای گاوا رو به اون سپردن. دوستاش باگیرا و بالو یه روز اونو روی کوه ملاقات کردن. اما روزی هم گرگ خاکستری برادر به ملاقاتش اومد. گله به خطر افتاده. شیرخان تصمیم گرفته تا تک تک گرگا رو بکشه. شما تصمیم گرفتید منو تحویل شیرخان بدید. چرا الان باید کمکتون کنم؟ ما از یه خون نیستیم، اما مادر ما رو به شکلی بزرگ کرد که انگار خواهر برادریم. ما باید انتقام اونو بگیریم. چی؟ یعنی مادر؟ مادرمون وقتی با شیرخان می جنگید مرد. شیرخان به کار اومد و تو رو می خواست، اما مادر هیچ حرفی نزد. کافیه، من شیرخان رو زنده نمی زارم. موگلی گله رو به دره برد، جایی که شیرخان مخفی شده بود. خودشم پشت یه بوفالو سوار شده بود. وقتی که اونا به دره رسیدن، به آکیلا رهبر حقیقی گله ملحق شدن. شما با بخشی از گله به طرف دیگه برید، منم با بقیه از این طرف میام. اینجوری شیرخان توی تله میفته. طبق نقشه اونا گله رو به سمت شیرخان دووندن. تمام دره زیر پای اونا شروع کرد به لرزیدن. شیرخان صدای سم اونا رو شنید و همه جا دنبال راه فرار میگشت. اما دیوارای دره بلند بودن و هیچ راه فراری نبود. گله به سرعت می اومد. همه خشمگین بودن و با سرعت راه می رفتن و از روی شیرخان که به زمین افتاده بود رد می شدن. گاو وحشی شیرخان رو توی گلولای له کرد. بوفالو از روش دوید. دیگه نیازی به دویدن بیشتر نبود. همه چی تموم شد و این پایان شیرخان دشمن دهکده و جنگل بود. موگلی پوست شیرخان رو با خودش به تپه گرگا برد.
گرگا با دیدن پوست شیرخان روی شونه های مگلی زوزه پیروزی کشیدن. آکیلا از رهبری اون تشکر کرد و مگلی جنگل رو ترک کرد. مگلی خیلی زود فهمید که مسوا مادر واقعیش بوده. اهالی جنگل و دهکده بعد از اون خوشحال و شاد به زندگی ادامه دادن.